به نام خدای یکتای بی همتا، ملتی با مطالعه، ملتی با مهارت. فرق میان علمای ملت و علمای فتنه. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. ترجمه: بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسان هستند؟ تنها خیرتمندان پند می گیرند. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، دین مقدس اسلام بر طلب علم تشویق و ترغیب نموده و برای تحصیل و آموزش آن دستور داده است، و آنچه که بر این امر دلالت می کند این است که نخستین آیات قرآن کریم چنین نازل شد. ترجمه: ای پیامبر، بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید، همان پروردگاری که انسان را از خونی بسته آفرید، بخوان و پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم نوشتن آموخت، به انسان آنچه را که نمی دانیست آموخت. پس نخستین امر آسمانی که از طرف خداوند متعال وحی شد، امر به خواندن بود، زیرا خواندن نخستین دروازه و راهی رسیدن به علم می باشد. پس به قلم اشاره نمود که آن وسیله تدوین و نوشتن و نقل علم است، و در این امر برای همه مردم فضل و قدر علم و معرفت را اعلام می دارد و اشاره می کند که این امت، امت علم و سازنده تمدن و صناعت است. همچنین یک سوره کامل در قرآن کریم به نام قلم نامگذاری شده است و آغاز آن را خداوند متعال چنین نموده است: نون، سوگند به قلم و آنچه که می نویسند، با تأکید بر ابزار و اسباب علم. و همین شرافت و عزت علم را کافی است که خداوند متعال پیامبر خود را برای ازدیاد هیچ چیزی در دنیا جز ازدیاد علم دستور نداده است، چنانچه می فرماید: و بگو پروردگارا به علم من بیفزا. بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شدن برای طلب علم را برابر با خارج شدن برای جهاد در راه خداوند متعال قرار داده است و بیان نموده که تلاش و جدیت در طلب علم یکی از اسباب وارد شدن به بهشت است، چنانچه می فرماید: هر کسی برای فرا گرفتن علم خارج شود، تا هنگامی که بازگردد در راه الله می باشد. و در حدیث دیگری می فرماید: هر کس راه فرا گرفتن علم را انتخاب نماید، خداوند متعال برای او راه بهشت را آسان می سازد. پس علم یکی از ستونهای اساسی ساختار کشورهاست. با علم است که ملتها تقدم و ترقی می کند، و با علم است که انسان جایگاه خود را کسب می کند و منزلت خیش را بلند می برد. قرآن کریم جایگاه علما را بلند نموده است، چنانچه می فرماید: الله مقام و درجات کسانی را از شما که ایمان آورده اند و کسانی را که علم داده شده اند بالا می برد، و الله به آنچه می کنید آگاه است. همچنین خداوند متعال گواهی می دهد که علما اهل خشیت و خوف هستند، چنانچه می فرماید: جز این نیست که از میان بندگان الله دانایان از او می ترسند، بی تردید الله پیروزمند آمرزنده است، و برای عظمت قدر آنها و بلندی جایگاهشان خداوند متعال آنها را با گواهی دادن بزرگترین موقف شرافت داده است، طوری که می فرماید: الله گواهی داده است که معبودی به حق جز او نیست، و فرشتگان و صاحبان دانش نیز بر این مطلب گواهی می دهند. در حالی که الله در جهان هستی قیام به عدالت دارد، معبودی به حق جز او نیست که توانمند حکیم است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این امر تأکید نموده و بیان کرده است که صاحبان دانش در راهنمایی و هدایت مردم و بردنشان به سوی راه راست و حقیقت و روشنایی وارثین پیامبران هستند، طوری که می فرماید: و معنا علما وارثین پیامبران هستند، و پیامبران دینار یا درهمی به ارث نگذاشتند، بلکه تنها علم را به ارث گذاشتند، و هر کس علم کسب کند بهره فراوانی به دست آورده است. و در حدیث دیگری می فرماید: فضل عالم بر عابد مانند برتری مهتاب شب 14 بر دیگر ستارگان است.
بدون تردید اهل علم و خیرت و همان کسانی که خداوند متعال ایشان را کرامت و عزت داده و جایگاهشان را بلند نموده و پیامبر صلی الله علیه و سلم ستایششان را بیان کرده است، آنها علمای مخلص امت هستند که عظمت و خطورت امانت به دوش داشته ایشان را درک نموده اند که آن عبارت از امانت علم، امانت دعوت به سوی الله و امانت بیان احکام الهی می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: خداوند شاداب بدارد کسی را که سخنی مرا شنیده و همان طوری که شنیده به مردم رسانده است و علمای مخلص امت طبیعت مسئولیت به عهده داشته ایشان را درک کردند که آن مسئولیتی نیست که با علم داشتن یا دینداری کسب شود، زیرا رسالت آنها عالی تر و برتر از آن است. خداوند متعال به زبان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید: ای پیامبر بگو هر مزدی که از شما خواسته ام پس آن برای خود شما باد، پاداش من تنها بر عهده الله است و او بر همه چیز گواه است. همچنین به زبان او می فرماید: بگو من در برابر تبلیغ آن هیچ گونه مزدی از شما نمی طلبم مگر کسی که بخواهد راه به سوی پروردگارش برگزیند. و بر زبان پیامبران دیگری خود حضرت نوح، هود، صالح، لوط و شعیب علیه السلام می فرماید: و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم، مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. همه با یک لفظ برای یک پارچگی هدف، منهج و صداقت نیت و اخلاصشان تأکید نمودند. براستی علمای واقعی کسانی هستند که وقت تلاش و علم خیش را در خدمت دین و وطنشان مبذول می دارند. با مردم با منهج میان روی، اعتیال و تسامح و مهربانی تعامل می کنند، پس دعوت آنان بر چندین نسل تأثیر مفید گذاشته و می گذارد. آنها می سازند و ایران نمی کنند، ارزش انسانیت و کرامت انسان را بلند می برند و با همه مردم در آرامش، صلح و امنیت زندگی می کنند. این است علم مفید که ذخیره پس از مرگ صاحبش می گردد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: هرگاه انسانی فوت کند همه عملش از او منقطع می گردد مگر سه عمل: صدقه جاریه، علم مفید یا فرزند نیکوکاری که برای او دعای خیر نماید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه از علم غیر مفید که نمی سازد و اخلاق و روش انسان را درست و تهذیب نمی کند به خداوند پناه می برد. چنین می فرمود: از خداوند متعال علم مفید و نافع بخواهید و از علم غیر مفید به خدا پناه ببرید. و برخی از دعای او صلی الله علیه و سلم چنین بود: یا الله از علم بی ثمر و بی سود و از قلبی که خشوع ندارد و از نفس حریصی که سیر نمی شود و از دعایی که پذیرفته نمی گردد به تو پناه می برم. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهند که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهند که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه اول و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. برادران مسلمان، در واقع علمای مخلص امت راهنمایان و هدایتگران نیکوکار و دارای اعتدال و میانه روی هستند که همیشه بیرق میانه روی را در هر زمان و مکان با خود حمل می کنند و از دین خداوند تحریف تندروان، تأویل جاهلان و باطلکاران را دفع می نمایند. اما علمای فتنه که دین خداوند را برای تحقیق اهداف بد و رسیدن به آرمانهای شومشان ابزار قرار می دهند، کسانی هستند که بر دین خداوند متعال جرأت کردند و بمب‌های از فتاوای مضر و بی‌فایده را صادر نمودند که باعث اختلاف و تفرقه می گردد، نه اتفاق و انسجام، و ایران می کنند نه آباد، و بر ملت دروازه تکفیر را باز می کند در حالی که اسلام از وارد شدن بر آن هشدار داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: هر شخصی که برادر خود را ای کافر بگوید در واقع یکی این دو به آن دچار می شود. اگر او یعنی برادرش چنین باشد که او گفت خوب، و اگر نه این واژه بر خود او یعنی گوینده برمی گردد. علمای فتنه، تشدد، سختگیری و تنگ نظری بر مردم را منهج خودشان قرار دادند، در حالی که این منهج خیلی از سماحت، تحمل و میانه روی اسلام بدور است. زیرا اسلام از مردم همه انواع حرج و سختی را دفع و دور نموده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید: و در دین برای شما هیچ سختی و تنگنای قرار نداد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: بر خود و دیگران آسان بگیرید و سخت نگیرید، مجددهید و بیزار نکنید.
سختگیری و تندروی در اصدار فتوا مخالف میان روی و گذشت اسلام است. خداوند متعال می فرماید و همچنین شما را امت میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد. وسطیت به معنای عدالت، میانه روی و دوری از تندروی و افراط گرایی می باشد که سبب هلاکت ملت ها می گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید ای مردم، از افراط و غلو کردن در دین بپرهیزید، چون غلو کردن در دین بود که ملت های پیش از شما را هلاک کرده است. حکم علمای فتنه و جاهلان عالم نما که بدون علم درباره دین سخن میگویند و نیاز جامعه را درک نمی کنند یکی است، زیرا آنها نمی دانند که مهمترین مقاصد همه ادیان آبادانی زمین و دنیا است. نمی دانند که اگر ما در امور دنیای خود پیشرفت و تقدم نکنیم، هیچگاه دیگران دین ما را احترام نخواهند کرد. اگر ما در امور دنیای خیش پیشرفت و برتری حاصل کردیم، مردم دین و دنیای ما را احترام می کنند. پس کسانی که این موضوع را نمی دانند، همیشه موعظه ها و دعوت خود را به طور مطلق برای پرهیز از دنیا اختصاص می دهند. و با چنین کارشان عامه مردم را دچار بدفهمی و اشتباه در رابطه دین با دنیا و تمسک بر اسباب می سازند و عبادت و تقوا را غلط فهمیدند، فکر کردند که آن به معنای دوری و جدایی از زندگی است، در حالی که از این فرموده خداوند متعال غافل هستند. پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ نگه بدار. با وجود آن ما تأکید میکنیم که جرأت کردن به اصدار فتوا از سوی کسانی که اهلیت و صلاحیت علمی آن را ندارند گمراهی و گمراه سازی است. چرا؟ زیرا چقدر فتواهای بدون علم بر زندگی مردم اثر منفی وارد میکند. از جابر رضی الله عنه روایت است که میگوید به قصد سفری خارج شدیم، در راه سنگی به سر یکی از همراهان ما خورد و سرش را زخمی کرد. سپس آن مرد احتلام شد و از دوستانش پرسید آیا به نظر شما با وضع و حالی که دارم می توانم تیمم کنم؟ گفتند در حالی که می توانی با آب غسل کنی و آب نیز در دسترس است، رخصتی برای تو در تیمم و رها کردن آب نمی بیابیم. پس آن مرد غسل کرد و بر اثر جراحت سر و استفاده نمودن از آب بیماری از شدت یافت و فوت کرد. وقتی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتیم، ایشان را در جریان این مسئله قرار دادند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با ناراحتی فرمود با فتوای غلطشان او را کشتند، خدا آنها را بکشد. چرا وقتی نمیدانستند سوال نکردند؟ تنها شفای نادانی سوال کردن است. کافی بود که تیمم کند و پارچه بر محل زخم خیش ببندد و سپس بر آن مسح کند و سایر بدنش را بشوید. پس چقدر ما نیازمند هستیم تا تخصص خود را بشناسیم و برای انجام کاری تلاش کنیم که درست میدانیم، از خدا بترسیم و علم را احترام نماییم و خطر سخنی را که میگوییم درک کنیم، زیرا چقدر سخنان را گوینده اش بدون علم میگوید که باعث ویرانی، بربادی و فساد میشود. پس سکوت کردن بهتر از گفتن سخنی است که باعث ضرر میشود و هیچ نفعی ندارد. و اگر کسانی که چیزی نمیدانند ساکت می بودند حتما اختلاف نابود یا کم می شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، پس یا سخن نیک بگوید یا خاموش باشد. بار خدایا حق را بر ما حق بنما و پیروی از آن را نصیب ما کن و باطل را باطل بنما و پرهیز از آن را روزی ما بگردان و چیزی را به ما بیاموز که مفید بوده باشد و علم ما را به منفعت ما قرار بده و علم ما را زیاد کن و مصر و همه کشورهای دنیا را حفظ کن. آمین.